درود بر شما سرخط خبرها. تأکید سازمان ملل متحد بر مبارزه جدی علیه گروه‌های حراس افغان در افغانستان. امارت اسلامی حضور و فعالیت گروه‌های حراس افغان در کشور را به شدت رد می‌کند. بیا سربازگیری و کی در افغانستان که ممکن نه ده. دیدار معاون سیاسی ریاست الوزراء با سفیر ژاپن در کابل. مولوی عبدالکبیر در این دیدار ابراز امیدواری کرده که تعهدات نشست سوم دوحه هر چی زودتر عملی شود. توکیو د اسلامی امارت پرمختګونه څاري او دغه راز یاد هیواد د جی 7 هیوادونو او اسلامی امارت ترمنځ د اړیکو د رامنځته کېدو هڅه کوي. ادامه نگرانی ها از اخراج اجباری پناه جویان افغان از آلمان. دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اخراج پناهجویان افغانستان از آلمان شده است. البته این نگرانی های دیدبان حقوق بشر از دید مؤلفه های غربی تعریف کانها از حقوق بشر دارند شاید در خور ستایش باشد. و خواست امریکا از اسرائیل و حماس مبنی بر توافق بر آتش بس در غزه. سلام بر شما، به خبر 5:30 عصر به گونه زنده از تلویزیون یک خوش آمدید. امروز جمعه 16 ماه سنبل سال 1403 هجری خورشیدی که مصادف است به 6 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی. مشروع خبر با من حامد یوسفزاد. شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه های حراس افغان را جدیترین تهدید برای امنیت افغانستان و جهان دانست. این شورا با محکوم کردن حمله مرگبار روز دوشنبه در کابل بر لزوم مبارزه جدی تمام کشورها علیه گروه های حراس افغان تاکید کرد. این در حالی است که مسئولان امارت اسلامی حضور و فعالیت گروه های حراس افغان در افغانستان را به شدت رد می کنند. مشعل ایوبی گزارش می دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز دوشنبه در کابل را نکوهش کرد. این شورا با نشر اعلامیه گروه‌های حراس افغان را جدی‌ترین تهدید برای صلح و امنیت افغانستان و جهان دانست و بر لزوم مبارزه جدی همه کشورها علیه این گروه‌ها تاکید کرد. در همین حال، معاون سخنگوی امارت اسلامی خاک افغانستان را مسئول از گروه‌های حراس افغان می‌داند و حضور این گروه‌ها را در کشور ناممکن می‌پندارد. د دایش په بارکه هغه ټول راپورونه موږ د اوسې د پدیده له افغانستان څخه خطر او غش تهدید بولی. په افغانستان کې دایش پدیده ځپل سوی ده، د هغوی مرکزونه او ځالګۍ له منځه وړل سوی دي او دوی نور دا توانایي نه لري چې دلته سربازګري وکړي یا مرکزونه ولري. د اسلامي امارت ځواکونه د دوی په وړاندې ډېر سخت ولاړ دي. کله کله داسې یو نیم جنایتونه ترسره کوي چې هغه په نورو پرمختللو هیوادونو کې هم دې ته ورته جنایتونه او یوه نیمه پیښه کیږي. خو داسې په دوامداره توګه فعالیت ولري یا دلته ځالګۍ او د تربیه مراکز ولري او یا سربازګري وکړي دا په افغانستان کې ممکنه نه ده. از سوی هم برخی از آگاهان کشورهای قدرتمند جهان را همکار و حامی اصلی گروه های حراس افغان می دانند. آنان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان فشار آوردن بر آن کشورها برای مبارزه جدی با گروه های حراس افغان در بیرون از خاک افغانستان هستند. شورای امنیت سازمان ملل به خوبی می فهمد که ریشه‌های اصلی رشد توریسم و القاعده و تی تی پی در داخل افغانستان است و اگر این گروه ها در افغانستان رشد میکنه، عامل رشد این گروه های توریستی اما بازی های قدرت های بزرگ و استخبارات های بزرگ است. اینو اگر در مبارزه با این حرف ها صادق باشن و از روی صداقت و دلسوزی با مردم افغانستان و منطقه این حرف ها رو بزنن، باید فشار وارد کنن به قدرت های بزرگ تا از حمایت گروه های توریستی دست بکشن و کاری وسیع و بنیادی که در بیرون افغانستان باید انجام بدن به خاطر جلوگیری از رشد توریسم صورت. در مبحث مبارزه با تروریسم اجماع بین المللی حتمی و ضروری هست. این که شورای امنیت سازمان ملل تقبیح بکنه و با ما ابراز همدردی بکنه، به هیچ گاهی به خانواده های ملت افغانستان که متضرر شدن بر از او مرهمی نخواهد شد. امیدوار هستم با حکومت سرباز افغانستان تبادل معلومات استخباراتی و همکاری های لوجستیکی داشته باشند. اگر به واقع چنین هست و کشورهای همسایه افغانستان که لانه های امن را ایجاد کردن برای گروپ ها را بیشتر زیر فشار قرار بدن تا دیگر از افغانی او
مسئولیت حمله انتحاری روز دوشنبه در حوزه ششم امنیتی شهر کابل را که 6 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشت، گروه داعش بر عهده گرفت. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء با تاکایوشی کورومای سفیر ژاپن در کابل دیدار و گفتگو کرده است. معاون سخنگوی امارات اسلامی میگوید که آقای عبدالکبیر در این دیدار گفته که ژاپن جایگاه مهم در سیاست خارجی امارات اسلامی دارد و خواستار عملی شدن تعهدات نشست سوم دوحه شده است. با گفته وی در این دیدار سفیر ژاپن از تلاش‌های کشورش برای تأمین روابط میان امارات اسلامی و گروه جی افت خبر داده است. سید بلال صیاد نظر انداختد. تاکایوشی کورومایا سفیر ژاپن برای افغانستان به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء در کابل دیدار کرده است. صفحه ارگ از قول سفیر ژاپن آورده که آقای کورومایا از پیکار امارت اسلامی در برابر مواد مخدر پشتیبانی کرده و از ادامه کمک‌های کشورش برای افغانستان اطمینان داده است. ارگ همچنان به نقل از سفیر ژاپن نگاشته که آقای کورومایا ضمن تاکید بر تقویت مناسبات میان توکیو و کابل گفته که ژاپن برای برقراری روابط میان افغانستان و کشورهای جی 7 تلاش میکند. توکیو د اسلامي امارت پر مختګونه څاري او د غرض یاد هواد د جی 7 هوادونو اسلامي امارت ترمنځ د اړیکو درمنځ کېدو هڅه کوي. مولوی عبدالکبیر با اشاره بر روابط قوی میان افغانستان و ژاپن گفته که مناسبات کابل و توکیو بسیار مهم و به نفع دو کشور است و همچنان ژاپن را بخش مهمی از سیاست خارجی امارت اسلامی یاد کرده است. در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی میگویند که توکیو میتواند در تأمین روابط میان امارت اسلامی و کشورهای گروه جی 7 نقش سازنده ای را بازی کند. همیشه بیالایش به افغانستان مستعداد و کمک کرده و زیاد در مورد آبادی افغانستان و در یه آخر که میخواه مکاتب رو بسازه و یهی که به مواد مخدره کمک کنه و از همه بهتر که به کشورهای جی 7 رابط افغانستان رو تایمین کنی به نفع افغانستان و به پیشرفت و ترقی افغانستان است و ایجاد یک دریچه نو تعامل و رابط افغانستان با جان خصوصا با کشورهای صنعتی بزرگ جهان است. کشورهایی که خصوصا حق ویتو دارن اونا تا به حال را حکومت افغانستان را به رسمیت نشناختن و پادرمیانی به توکیو در برقرار کردن ارتباط کابل با کشورهای جی 7 برای فعلا میتونه که یک کار دشوار و سخت باشه. سفیر ژاپن در دیدارش با معاون سیاسی رئیس الوزراء همچنان گفته که کشورش در نظر دارد 165 باب مکتب ابتدایی را در 9 ولایت افغانستان اعمار کند. دیدبان حقوق بشر در واکنش به اخراج پناهجویان افغان از آلمان گفته است که این کشور نباید پناهجویان افغان را اخراج کند. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکسش خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان از آن کشور شده است. همزمان با این وزیر داخل ایران گفته است که طرح ساماندهی شهروندان خارجی را به زودی آغاز خواهد کرد و نخستین گام در این زمینه اخراج پناهجویان غیرقانونی و بدون مجوز خواهد بود. مریم تیموری جزئیات می‌دهد. دیدبان حقوق بشر در واکنش به اخراج پناهجویان افغان از آلمان وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده دانسته و خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان از آن کشور شده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکسش خواستار توقف برگشت پناهجویان افغان به افغانستان شده است. این مسئله باید کاملا روشن باشد، حتی برای دولت آلمان که کنار گذاشتن ارزش‌های اساسی برای دستیابی به منافع احتمالی سیاسی کوتاه مدت راهبرد برنده‌ای نیست و اصل مردم سالاری و حاکمیت قانون باید به معنای احترام به حقوق بین الملل نیز باشد. همزمان با این وزیر داخلی ایران گفته است که ساماندهی شهروندان خارجی به زودی آغاز شده و این طرح کامل با یک برنامه مناسب و با در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و همسایگی اجرا می شود و این کشور به زودی پناهجویان غیرقانونی و بدون مجوز را اخراج خواهد کرد. آلمان اخراج کرد و اعلامیه دیدبان حقوق بشر مبنی بر اینکه وضعیت حقوق بشری در افغانستان آنقدر وخیم است که حتی مجرمین باید به آنجا فرستاده نشه. البته این نگرانی های دیدبان حقوق بشر از دید مؤلفه های غربی تعریف که آنها از حقوق بشر دارند شاید در خور ستایش باشد. از سوی دیگر وزارت خارجه آلمان اقدام امارت اسلامی برای به اعتبار کردن خدمات سفارت و قنسولگری افغانستان در برلین و بن را پذیرفته و گفته است که در این مورد با وزارت خارجه امارت اسلامی در کابل مکاتبه کرده است. دیدبان حقوق بشر وضعیت مهاجران افغان در آلمان نگران کننده میداند و از جلوگیری و از اخراج پناهجویان افغان در آلمان حمایت میکند. به احتمال زیاد
که به وضعیت نامناسبی افغانستان اشاره دارد، مانند فقر، تنگدستی، ناامنی و نقص حقوق بشر که پناهجویان را در معرض خطر قرار می‌دهد. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر چند پیش با نشر اعلامیه اخراج پناهجویان افغان از پاکستان را خلاف قوانین بین المللی دانسته بود. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان خواستار استفاده از راهکارهای سیاسی به جای نیروی نظامی برای مقابله با تروریسم در آن کشور شده است. آقای فضل الرحمن در یک سخنرانی تازه تاکید کرده است که نباید مسئولیت وضعیت امنیتی در پاکستان به افغانستان نسبت داده شود. احمد شاه غفاری با شرح بیشتر. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان گفت افغانستان عامل ناامنی پاکستان نبوده و خواستار استفاده از راهکارهای سیاسی من حیث نیروی نظامی برای مقابله با تروریسم شده است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که جنرال شریف چوهدری رئیس روابط عمومی ارتش پاکستان ادعا کرده بود که افغانستان در ناامنی های پاکستان دست دارد. افغانستان کی حکومت ذمه دار ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. دولت پاکستان باید به مسئولیت‌های خود در مرزها توجه بیشتری داشته باشد. این موضوعات باید به صورت جدی در پارلمان مورد بررسی قرار گیرند. استفاده از زور برای حل این مشکلات می‌تواند منجر به افزایش خشونت و تهدید جدی برای امنیت ملی شود. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند رهبر جمعیت اسلام پاکستان نه در کشورش و نه در افغانستان خریدار دارد و سفرهای پیشین و نیز در کشور مفید نبوده و بازیگران اصلی استخبارات و فوج پاکستان است. پاکستان روز مگه ساسی داده بیلمین از مگه ساس داده در خود تجربه نیاد سر نتیجه نتیجه خسته دل بات کل پاکستان نه پنجاب نه داد در تاد مولانا فضل الرحمن که ما یاد آغشان نور لسی حقاق شان تا بساد مولی سیبان منګه تاسو د ټاپه پاکستان کې چې کل د اشغالګر موجودونه زادارو دي روان وي انتحار او انفجار او وجل او مابرو دا د روان وي موږ اساس مشار به چې روان شي د پاکستان نه موږ پر زیاده کې. این در حال است که پاکستان به طور مداوم امارت اسلامی را از بهر افزایش خشونت ها در آن کشور انتقاد کرده و مدعی است که گروه تی تی پی در افغانستان پناهگاهی دارد و امارت اسلامی این ادعاها را رد کرده و میگوید پاکستان هیچ مدرک مبنی بر حضور گروه طالبان پاکستانی در افغانستان ارائه نکرده است. شماری از صنعتکاران در ولایت هرات از رکود بازارشان شکایت میکنند. آنان میگویند که محصولاتشان فروش ندارد. شرح بیشتر در گزارش از همکارم عارف عدیل. شکایت های صنعتکاران از رکود کاربارشان. شمار از کفش دوزان در ولایت هرات میگویند که به دلیل ورود اموال مشابه خارجی بازار فروش محصولاتشان رو به رکود است. خلیفه داوود که خود کارگاه تولید کفش دوزی دارد و 15 تن در آن سرگرم فعالیتند میگوید در صورت حمایت نکردن حکومت ورشکست میشوند. وی از حکومت میخواهد که تعرفه گمرکی را بر اموال مشابه افزایش دهند. تکس گمرکی که بالا بره خود به خود تولیدی هم اضافه میشه، کارگر اضافه میشه، مهاجرینی که ما با پاکستان داریم میای به اینجا به کار میفته، مهاجرینی که ما به ایران داریم به اینجا میای به کار میفته. در همین حال مسئولان صنف کفش دوزان ولایت هرات وضعیت کارگاه ها را نگران کننده می دانند. حدود 350 تا کارگاه در هرات فعالیت دارند که از این 350 تا 100 تای به رکود رفتند، یعنی در حال ورشکستگی هستند متاسفانه. از سوی هم مسئولان صنعت و تجارت ولایت هرات از حمایت صنعتکاران سخن زده و می گویند که تعرفه گمرکی را افزایش دادند. پراتلس وارداتی اجناس باندې چې موږ تاسې خوشبختانه دلت په داخل کې تولید درلودي حدودا پراتلس اجناس باندې موږ تاسې تاریخ لوړ کړل. بر بنیاد آمارها 350 کارگاه تولیدی در بخش تولید کفش فعالیت دارند که از آن جمله 100 کارگاه تولید کفش در حالت ورشکستگی قرار دارند. ضیاالحق یک دانش آموز صنف هفتم در ولایت فراه با امکانات اندک چرخبال‌ها و موشک‌های جنگی ساخته است و میگوید که در صورت موجودیت امکانات و سرمایه توانایی ساخت چرخبال‌ها و موشک‌های دوربرد را به گونه‌ای واقعی دارد. همچنان عارف عدیل گزارش می‌دهد. ضیاالحق دانش آموز صنف هفت و باشنده ولایت فراست که با امکانات اندک و هزینه شخصی هواپیمای جنگی و موشک ها را ساخته است.
ضیاءالحق می افزاید در صورتی که مسئولان حکومتی او را حمایت کنند، در آینده نه چندان دور طرح ابتدایش را به واقعیت تبدیل خواهد کرد. وی از مسئولان خواستار حمایت مالی نیز شده است. دغه خیرو په بخش داز تر دغه اندازه چې زما پلار زما ورور ما سره په ملک دغه کې زما سره همکاري کړې ده. اولاد دغه دی چې موږ باید کوشش وکړو چې د وخت د همسایه د بل کشور موږ پر کشور د یو تجاوز کې باید موږ دغه اوایز دفاعي شی ولرو چې خپل د کشور دغه وکړو. در همین حال بستگان ضیاءالحق نیز بر حمایت و فراهم سازی امکانات برای این دانش آموز تاکید می کنند و از مسئولان می خواهند که با این نوجوان خلاق همکاری کنند. واسه خدا چه دی دست نمایش شند خدا غواړي چې دست یو شی جوړ چې د نظام او دولت په دې ټولین ته یو فائدې بشته ورسیږي او خپل کومه اسره زده کړې کړې دي هغه و دې نظام او دې ملت ته ثابت کړي. از سوی هم مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فرا از حمایت جوانان سخن زده و میگویند که در تلاش فراهمسازی زمینه رشد دانش آموزان هستند. ټول ځوانانو ته به او بل خاص و ضیاءالحق صاحب ته چې دته موږ ښوونیز مرکزونه لرو چې هغه کې کمپیوټر په ارسه کې رقم رقم برنامه او پروګرامونه ترسره کیږي. گفته نیست که بیش از 10 دانش آموز در ولایت فرا در بخش های گوناگون اختراع دارند و اما به دلیل فراهم نبودن امکانات و نبود حمایت مالی با چالش های جدی مواجه اند. عبدالحق فدا سخنگوی قلردوی 203 منصوری ترمیم بیش از 4500 وسیله نقلیه نظامی در بیش از 3 سال گذشته خبر داده است. وی همچنان می گوید که این قلردو در این مدت در شفخانه صد بستر این نهاد خدمات زیاد صحی را به مردم نیز ارائه کرده است. شرح بیشتر با همکارم سعدالدین حکیمی از گردیز. مسئولان قل اردوی 203 منصوری در پکتیا دستاوردهای این نهاد را در نزدیک به 3 سال گذشته با رسانه ها شریک کردند. مولوی عبدالحق فدا سخنگوی این قل اردو میگوید که این ارگان شفاخانه صد بستر دارد که بیماران زیادی را درمان میکند. ما گفته وی در این مدت شمار زیادی از بیماران در این شفاخانه تداوی شدند. صد بستری روغتون او سرتبابت پر حدس باندې هم در زیار چمونه لري چې څو د وړاندې د روغتون پر وخت کې د پکتیکا ولایت وړ ممی ته سفر کړی و چې هلته اعلام وګړو څخه د څلور شپې پر مخه باندې د هغوی درملنه ورکړه او هلته چې کوم د دوی کلینیکونه موجود و له هغوی سره د درو موټرو پر مرسته باندې خپله همکاری هم کړې ده. الحمدلله در همین حال شماری از بیماران و بیمارداران از ارائه خدمات صحی در این شفاخانه ابراز رضایت می کنند. خیلی شکر خدای په هر حالت کې پښتنه کې روان راګرځي کوم خصتن وي ورځ وی پر حالات کې وی راګرځي ډاکټرانو کې دي سارم رالو وسم رالو مخکم رالو ان مخبل ته عملیات وس مخې خې دي ارڅ برابر دي ماشاءالله دې کلینیک ډیر ښه ډاکټران دي دا وار څخه منظم دي خپ ټیم را رسیدي او موږ له دوی نه ډیر خوشاله یو. از سوی هم مسئولان این قل اردو میگویند که پس از روی کار آمدن امارات اسلامی بخش فنی این قل اردو بیش از 4500 وسیله نقلیه نظامی را ترمیم کرده است. قل اردوی 203 منصوری در ولایت پکتیا موقعیت دارد که خدمات نظامی را در زون جنوب شرق انجام می‌دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که مسئولیت پاسخگویی به مسائل باقی مانده برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه بر عهده اسرائیل و حماس است گفته است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با لحن شوخی‌آمیز گفته است که روسیه خواهان پیروزی کامالا هاریس در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. گزارش رویترز آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که مسئولیت پاسخگویی به مسائل باقی مانده برای دستیابی به توافق در آتش بس در غزه بر عهده اسرائیل و حماس است. بلینکن در یک نشست خبری در هائیتی افزوده که بر اساس اطلاعاتی که در دست دارد 90% از توافق حاصل شده، اما هنوز چند مسئله حیاتی باقی مانده است که از جمله این مسائل راهرو فلادلفیا در حاشیه جنوبی نوار غزه است که با مصر هم مرز است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با لحن شوخی آمیز گفته است که روسیه خواهان پیروزی کاملا هیریس در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. با گزارش رویترز آقای پوتین افزوده که هیریس را به خاطر خنده هایش بر دونالد ترامپ ترجیح می دهد. گفتنی است که ولادیمیر پوتین این اظهارات کنایه آمیز را یک روز پس از آن بیان کرد که وزارت عدلیه ایالات متحده دو مدیر رسانه های روسی را به طرح ادعای غیرقانونی برای تاثیرگذاری بر انتخابات نوامبر با تبلیغات طرفدار روسیه متهم کرد. میشل بارنیه نخست وزیر جدید فرانسه در اولین سخنان خود پس از انتصاب به این مقام متحد شد که با تیفهای مختلف سیاسی همکاری کند. بارنیه که در جریان مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا بود، پس از دو ماه هرج و مرج ناشی از برگزاری انتخابات زودهنگام در فرانسه از سوی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به عنوان نخست وزیر معرفی شد. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات آمریکا گفته است که در صورت پیروزی در انتخابات 5 نوامبر یک کمیسیون کارآمد دولتی بر ریاست ایلان ماسک حامی میلیاردر خود و مالک شرکت های تسلا، اسپیس اکس و شبکه اجتماعی اکس تأسیس خواهد کرد. ترامپ در سخنرانی خود در باشگاه اقتصادی نیویورک همچنان متحد شد که نرخ مالیات شرکت ها را برای شرکت هایی که تولیدات خود را در داخل کشور انجام می دهند کاهش دهد. هانتر بایدن فرزند رئیس جمهور آمریکا در یک اقدام غافلگیر کننده در پیوند به نو فقره اتهام مربوط به پرونده فرار مالیاتی اعلام گناهکاری کرد. قرار از دادگاه در ماه دسامبر علیه آقای بایدن به خاطر عدم پرداخت 1.4 میلیون دلار از مالیاتش حکم صادر کند. قاضی دادگاه به بایدن گفته است که ممکن است با 17 سال زندان و 450 هزار دلار جریمه مواجه شود. و از دنیای ورزش، تیم ملی فوتسال افغانستان در آخرین بازی جام کانتیننتال به مسافت تایلند رفته و عباس کریمی بازیکن پیشین پاراشنای افغانستان دومین مدال نقره بازی های پارالمپیک پاریس فرانسه را به دست آورده است. بیشتر در این بسته تصویری. تیم ملی فوتسال افغانستان در آخرین بازی جام کانتیننتال امروز به مسافت تایلند می رود. مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام کردند که این بازی میان دو تیم ملی فوتسال افغانستان و تایلند در حال برگزاری است. بازیکنان فوتسال افغانستان در جام کانتیننتال تایلند در حال برابر میزبان به میدان می روند که آنان در سه بازی گذشته خود دو پیروزی و یک شکست برابر تیم های گواتامالا، نیوزلند و کویت به دست آوردند. پس از این جام تیم ملی فوتسال کشور راهی ازبکستان خواهند شد تا در جام جهانی فوتسال اشتراک کنند. عباس کریمی بازیکن پیشین پارا آشنای افغانستان دومین مدال نقره بازی های پارا المپیک پاریس فرانسه را به دست آورده است. این ملی پوش پیشین پارا آشنای کشور در بخش تیمی و در فاصله 200 متر رقابت ها در قالب تیم امریکا برابر حریفانش قرار گرفت و در نهایت به مدال نقره مسابقات دست یافت. رقابت‌های محلی و عنعنوی پرتاب سنگ و دستکشتی با اشتراک 50 ورزشکار در همکاری مشترک آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان و اداره شهرداری یکاولنگ در میدان ورزش این ولسوالی برگزار شد. در رقابت‌های بازی‌های محلی پرتاب سنگ از میان 30 ورزشکار شرکت کننده علی جعفری مقام نخست و محمد عدالت مقام دوم را به دست آوردند. همچنان در رقابت‌های بازی محلی دستکشتی میان 20 ورزشکار علی جعفر مقام نخست و سعید محمد نائب مقام دوم را کسب کردند. پایان مجموعه خبری امروز. تا برنامه بعد و دیدار. خدا نگهدار.